کنترل کجاست؟ آها، یافت همی شد. قلو سنگ ابن جاز قلیش ابن توسی، بگو ببینم فردوسی کجاست؟ نمیگویم. تازیانش بزنید. میگویم. دو تا کوچه بالاتر دارد تلویزیون نگاه میکند. به راستی چنین است؟ عجبا و اسفا، این دیگر چه مجموعه بیمزه است. ببینیم شبکه دو چه دارد. امشب یک بار دیگر یکی دیگر از اساتید سوپر برجسته رو که از دانشسراهای مختلف جهان دارای مدرک هستند، ایشون رو دعوت کردیم به این برنامه تا با من گفتگو بکنن و مصاحبه بکنن. خب جناب استاد، ترجیحاً من هرچه که میفرمایم شما تایید بفرمایید و بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید. حیرتا، برویم به کانال 3 ببینیم چه خبر است. بازیکن دومی دریبل میزنه و خب من از کارگردانم که این تصویر رو نگه داری چند لحظه با هم ببینیم، معرفی کنم این بازیکنیو که به حال در سمت چپ مهدی مهتوی‌کیا داره مهدی رو میپاد. یه جوری 12 سال پیش به حال بچه‌اش پاش رفته رو صابون، به حال نگران بود که صابونی هم یه جوری معروفه در اردوهای تیم فوتبال کشورش هم کسی باهاش هم اتاق نمیشه، چرا که تو خواب راه میره. بگذاریم حالا این اطلاعات اینترنتی، این هم میخواد رد کنه آیا موفق یا نه، که به حال رد میکنه مهدی مهتوی‌کیا از جناح راست. دیگه باید ساد کنه، ساد میکنه مهدی مهتوی‌کیا. این هم چهره خودم و... مهتوی‌کیا بود که به هر حال معلوم نیست که از سمت راست بود حرکت کنه یا سمت چپ حرکت کنه. تو باز به هش آسمون میره. علی دایی گیر کرد بین چهار نفر و طبق معمول موفق علی دایی با ضربه سرش پشت تو. برویم به کانال 4. حافظ میگه که گل در بر و می در کف معشوقه بکام است. بکام از زمانی که در رئال مادرید قرار گرفت دیگه اون بکامی نبود که تو منچستر بود. یه شاعر انگلیسی میگه www.yahoo.com. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینجا یه جایی که شما میری توش هر چی میخوای به دست میاری. حالا یا از اینترنتش میری یا از اون اینترنتش میری، فرق نمیکنه، ولی به طور کلی هر چی بخوای به دست میاری. یا میگه تو بگو چی میخوای تا من بهت بگم چی میخوای. یعنی ما اونو به دست تو میدیم به قول مرحوم پدر. و بنابراین باز هم شما وقتی یه جایی باشه که بگی هر چی بخوای به دست بیاری، این زمانی که شما قوی‌تر میشی و هر چی بخوای قوی‌تر بشی، خب صد البته هر چی مقصود لطیف‌تر و ظریف‌تر و جمیل‌تر و سخیف‌تر باشه، طبیعیه که بعد خب فیلتر شکنم قوی‌تر بشی. هی برویم به شبکه تهران ببینیم چه میگویه. نهای پروین شایعه شده که شما به گفتید راسته؟ دکی در این اتون داور بپرسین، در این اتون تماشاچی های بپرسین که شعار تر داده بودن همشون. باید شما که بشه و یه نکته مهمتر از همه این که این وقتی یه از من توقع نداشته باشین که بهتون نگم. حیرتا، حیرتا، دریغا، اسفا، واقعا حیرتا. ببینیم شبکه خبر چه خبر است. بزرگترین جوراب دنیا امروز توسط هموطنان تهرانی ما در محله جردن ساخته شد. 7000 نفر در زمانی به مدت 16000 ساعت 47 دقیقه و 24 ثانیه بر روی این پروژه بزرگ کار کردند و موفق شدند دیگر بار رشید مردانه قلنج کمر عالم را بشکنند و زپند زاغ زمانه را بدمند و برای بارمین بار این گنده مغزهای یگانه بر سراکش قله‌های قندان ضمیر افق‌های واز موفقیت را در ببرند و از سراچه جان تا جوراب گران را شبانه بغلتند و یک بار دیگر نام ما را بر سقف آسمان بکوبند. من خبرنگار اعزامی اوشون فشم همینک در خدمت سرگروه این گروه که نامشان دمت گرم است هستیم و ازشان میخواهیم بیشتر توضیح بدهند. وای 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 اسفا، عجب حکایتی است. خانم؟ بله خانم. جانم ابوالقاسم.
در قفسه کتابخانه طبقه سوم سمت راست جلد پنجم شاهنامه را بردار، فصل چهاردهم، خط نهم، بیت شانزدهم، مصرع دوم نوشته هنر نزد ایرانیان است و بس. آن است را خط بزن و قلم بگیر، به جایش بنویس بوف.